سرخط تازه ترین ها فرجام داده ها حضور آمریکا در افغانستان بازگشت به وضعیت آشوب و همچنان در پایان پنجشیر محاصره شده است. به نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. فرجام داده های حضور آمریکا در افغانستان بازگشت به وضعیت آشوب. 8 صبح کابل. خیلی ها عصر کنونی را عصر آشوب عنوان می کنند، هرچند مفهوم آشوب برای بار اول در علم ریاضی مطرح شد، اما اکنون در سایر حوزه ها نیز به کار می رود. با این حال کار بردن آشوب برای تحلیل فضای اجتماعی و سیاسی وضعیت پیچیده ای را نیز بازتاب می دهد. هرچند فضای اجتماعی و سیاسی در گسترده جهان همواره حالت پیچیده ای داشته است، اما این پیچیدگی طی سالهای اخیر نوع درگیری ذهنی و فکری را در میان تحلیلگران امور سیاسی برا است. اما این پیچیدگی طی سالهای اخیر نوع درگیری ذهنی و فکری را در میان تحلیلگران امور سیاسی برا انداخته است. مرتب به شناخت وضعیت آشوب در سطح کلان لازم است برای تحلیل فضای اجتماعی و سیاسی شاخصهای را تعریف کند. به نظر می رسد مواردی همچون بازی گردانی قدرت های فرامنطقه‌ای، تقابل و تضاد شدید منافع میان دولت ها، رقابت های ژئوپلیتیکی در عرصه بین المللی میان بازیگران و همین طور دست زدن به ائتلاف های ناپایدار و منطقی شاخص های برجسته فضای اجتماعی و سیاسی آشوبناک عنوان می شود. اگر وضعیت عمومی افغانستان را در نظر بگیریم، این ویژگی ها با تناسب فضای داخلی در حوزه سیاست قابل درک است. در محیط داخلی افغانستان فضای سیاسی کنونی بیشتر از قبل آشوب زده به نظر می رسد. تقابل و تضاد منافع هم در میان چهره های بازیگر در درون نظام برجسته است و هم تقابل شدید و خونین میان بازیگران رسمی و گروه های جنگجو مثل طالبان بازگشت هر روز عمیق‌تر می شود. مسئله خیزش های مردمی را اگر اضافه کنیم، آنها این نگرانی را برای نظام در پی داشتند که در دراز مدت می تواند تقابل جدید ایجاد کنند. تشدید این وضعیت با یک رویداد ارتباط می گیرد و آن مسئله خروج آمریکا و نیروهای بین المللی از افغانستان است که مفهوم اثر پروانه‌ای می تواند پشتیوانه تئوری که این بحث شود. در تحریف عملی که از این مفهوم صورت می گیرد، اثر پروانه اشاره به وابستگی پاسخ رفتار یک سیستم به تغییرات جزئی در شرایط اولیه است. البته اثر پروانه تنها به رویداد و حوادث بزرگ ناشی از تغییرات کوچک تاکید ندارد. علاوه بر این، بروز وضعیت های متفاوت برای یک سیستم به اثر تغییر جزئی شرایط اولیه نیز متصور است. آنچه به وضعیت بسا آمریکا در افغانستان مربوط می شود و بخصوص اگر این وضعیت را بر اساس نظریه آشوب تحلیل کنیم. تصمیم خروج ایالات متحده در حد یک رویداد سبب بروز وضعیت متفاوت و عمومی برای افغانستان شده است و این وضعیت با شاخص پیچیدگی و آشوب بیشتر قابل درک است. فضای جدید آشوبناک پیامدهایی دارد که به صورت تدریجی ظاهر می شود. براینده این فضای سیاسی به ویژگی های یاد شده از یک سو با بروز بحران های گوناگون قابل تشخیص می شود و از جانب دیگر سبب شده است که وضعیت عمومی جدید با شاخص نگرانی های عمومی و فضای مملو از
ابهام و پیچیدگی رقم بخورد. لازم با یادآوری است که پیش از حضور آمریکا در افغانستان نیز وضعیت کشور پیچیده و آشوب زده بود. در ادامه جنگ های داخلی و بازیگرانی قدرت های بیرونی در سطح تنظیم ها و جریان های سیاسی و به همین دور ائتلاف های مقطعی های میان آنها، گروه به نام طالب از راه رسید و به دست به تهاجم گسترده زد. این گروه برای برپای امارت خود فضای عمومی را به گونه جهت داد که میتواند به آن پسوند آشوب داد. پس از رویداد تروریستی 11 سپتامبر و تصمیم آمریکا مبنی بر حمله بر افغانستان، معادله قدرت در کشور تغییر کرد و افغانستان صحنه برای حضور آمریکا و جامعه جهانی شد. در سایه این حضور دولت جدید شکل گرفت که با وجود فراهم شدن شبکه از فرصت‌های بی‌سابقه در تاریخ کشور و همین طور زنجیره از تهدیدهای نچندان جدی، رهبری و مدیریت آشفته و غیر اصولی در حوزه قدرت و سیاست سبب شد که فضای اجتماعی و سیاسی به نحوه در خط آشوب بماند. اما روندهای مطلوب و امیدبخش نیز شکل گرفت و به نحوه برای مردم دلگرم کننده بود. همچنان این در حالی است که به نقل از پایگاه خبری افغانستان MES، پنجشیر محاصره شده است. از طرف شرق ولسوالی نجراب کاپیسا، از شمال ورسج ولایت تخار و از شمال شرق کران و منجان ولایت بدخشان. از این بیشتر غفلت پنجشیر را آسیب پذیر می سازد. گرفته شده از صفحه رسمی پایگاه خبری افغانستان MES. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقاتی خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. تا ویدیوی دیگر، بدرود. اوقاتی خوش داشته باشین.